مؤسسه وقف دیانت ترکیه یک مدرسه دینی در منطقه دیرهسان در شمال غربی استان ادلب در نزدیکی مرز سوریه با ترکیه را افتتاح کرد به گزارش شیه به نقل از اسپوتنیک این مدرسه تنها مدرسه در مناطق شمالی سوریه نیست که با حمایت نهادی موسوم به شورای مشورتی سازمانهای اسلامی مالزی مایم ساخته شده است در همین راستا یکی از فعالان سیاسی و اجتماعی سوری نسبت به حضور چنین مدارسی هشدار داد بر اساس این گزارش محمود صالح بیان کرد که این اقدام بر اساس قوانین بین نقض آشکار حاکمیت دولت سوریه است اما سوریه نمی تواند از این اقدام جلوگیری کند زیرا این مناطق تحت اشغال ترک ها و سنی های تون رو می باشد و افزود برخی از کشورها تلاش می کنند تا پروژه سیاسی جدیدی را در منطقه از طریق یک سیستم دینی پایگذاری کنند و این پروژه تنها منحصر به سوریه نیست و باعث گسترش بذر افرادگرایی و به وجود آمدن گروه های تروریستی جدید از خروجی این مدارس را در پی دارد سال ادامه داد سوریه نمیتواند بر این مناطق مسلط شود و کنترل آن امکان پذیر نیست به گفته وی ای این مدارس نمی نمیتوان شناسایی کرد زیرا دانش آموزان آنها که تعدادشان به صدها نفر میرسد نیازی به مدرک ندارند تا آن را در جایی برای اثبات علمی خود ارائه دهند